تاریخ 4 مارس 2024 با کابوس آمریکایی کودی رودز آغاز میشه. کودی بعد مرور اتفاقات رخ داده توی چند روز گذشته، مخصوصا اون ویدیویی که راک توی اینستاگرامش گذاشت، از ست رالینز میخواد که حاضر باشه و ست وارد رینگ میشه و اتفاقات و حرفای مهمی که از ذهن ست و کودی خارج میشن ایناست که ست از بین بردن بلادلاین رو مهمتر از هر اتفاقی حتی مسابقهش با دروم میدونه و اشاره میکنه که 10 سال پیش با رومن رینز وقتی اومدن تو کمپانی خواستن که قدرت رو از بالا دستی‌ها بگیرن و بدن به مردم، اما الان رومن میخواد که تمام قدرت در اختیار اون باشه. در نتیجه استوری ست اینه که این قدرت رو از چنگش در بیار و بده به مردم. بعد با نشون دادن ال به سبک راک با مغزا بازی میکنه و میگه مشکل اینجاست، ما خیلی نزدیکیم چون با راک در بلاد لاین ما به رومن رنزی که قدرت مطلقه خیلی نزدیکیم. اینطوری حاج ست سیگنالی داد که راک توی بلاد لاین نفوذیه. بعد ست به راک لقب اسهال رو میده و لقبی که من به راک از وقتی که اومد دادم. ست اعلام میکنه که از نظر مدیکالی 100% و کودی رودز اعلام میکنه که برای اسمکداون پیش رو با ست حاضر خواهند بود و جواب چلنج راک رو چش تو چش خواهد داد. اموگوس اولین مسابقه شو بین زام در مقابل گونتر برگزار میشه که پت مکافی از وقتی که گونتر اونجا چپ چپ نگاش کرد به نظر هوادارش شده و سنگ مسابقه این دو صدا در میاد که همون ابتدا مایکل کول و پت مکافی به بازنشسته شدن استینگ از پروفشنال رسلینگ بعد نزدیک به 40 سال فعالیت در این صحنه در ایونت AEW Revolution اشاره و بابت تمام خاطره سازی هایی که کرد تشکر میکنه. که جا داره من هم با اینکه اصلا صدامون به گوششون نمیرسه بگم مرسی استینگ. توی روند مسابقه اولین کسی که چاپ میزنه گونتر نیست بلکه دام بعد زدن دوتا چاپ یه چکم میخوابونه زیر گوش گونتر که گونتر قاطی میکنه و خارج از رینگ میفته دنبالش که دام پشت جیدی قایم میشه که گونتر جیدی رو میکنه به پای رینگ و میره تا به چاپ بزنه، اما دام میکشدش کنار و چاپ به پای رینگ زده میشه. دام از نقطه ضعف تولید شده سوء استفاده میکنه و میره تا با کمک از سنابهای رینگ حرکتی بزنه، اما سوتی میده که گونتر از سوتی دام خوشش نمیاد و با یه چاپ سنگین ادبش میکنه. میره تو تبلیغات و بعد تبلیغات میبینیم که گونتر کمکان با چاپ داره به دام خوشک تجاوز میکنه و روش باستن کرب اجرا میکنه که صدای جیدی در میاد و حواس گونتر رو پرت میکنه و باعث میشه دام موقعیت 619 تولید کنه، اما گونتر با یه کلوز لاین رویای زدن 619 رو از کله دام یه لحظه حذف میکنه و کاور 1-2، اما خود گونتر کابر رو به هم میزنه که مایکل کول و پت مکافی از این اتفاق شدید و خوشحال میشن و خواهان از دنیا رفتن دام زیر تجاوز گونتر میشن. گونتر میره برای یه پاور بامپ، اما دام حرکت رو به سانست فیلی بدل میکنه و سری با تنه زدن به گونتر تعم 619 خودش رو به گونتر میچشونه و میره برای اسپلش که گونتر جا خالی میده و جفا میره تو حلقش و یه پاور بامب سنگین میزنه و با اجرای ساب میشنه و سن کراب دامانیک مستریو رو تسلیم خودش میکنه و برنده مسابقه معرفی میشه. دومین مسابقه شما مسابقه تکتیم بین زوی و شینا در مقابل کیدان و کاتانا برگزار میشه که دمیج کنترل هم توی این شو حاضرن و با نشستن روی میز گزارشگران این مسابقه رو از نزدیک نگاه میکنن. توی این مسابقه تا قبل تبلیغات کیدن کدای خور شینا میشه، اما بعد تبلیغات میبینیم که زوی کدای خور کیدن و کاتانا شده و روش دابل اسپانیش فلای و افتر پارتی میزنن کاور، اما شینا کاور رو به هم میزنه و روی کیدن کیرا فودا اجرا میکنه که زوی با رول کردن کاتانا کارو تمام میکنه و برندگان مسابقه شینا و زوی معرفی میشه.
بعد مچ داکوتاکای وارد رینگ میشه و اعلام میکنه که برای هفته بعد کابوکی واریرز این دو رو برای مسابقه چالش کردن و میخوان مثل بیلی اشکشون رو در بیارن که شینا میکروفون رو از دست داکوتاکای میگیره و چالش رو برای هفته بعد میپذیره. توی اتاق دکتر ججمنت دی رو نشون میدن که دیمین میخواد با فین برن سراغ ایمپریومو جیدی رو میفرسته سر وقت گونتر که کرکوبر جیدی میرزه و این وسط آندراده رو داریم که به دام میگه به زودی میبینمت. دام هم به بچه ها میگه حواسشون با آندراده باشه میتونه به دردشون بخوره. بعد دام و دیمین اسپانیایی با هم حرف زد. سومین مسابقه که برگزار میشه مسابقه بین بکی لینچ در مقابل نایا جکس که خیلی ساده با دیدن این میسل دراپ کیک میتونید بفهمید که شاید چه بولشتی شدیم. کل روند مش همینطوری بود. حالا حرکاتی که نایا میزد چون جسش بزرگی سنگین به نظر میومدن و در نهایت هم میره برای پیوند کوولنسی که بکی جاخالی میده و روی نایای قنبل به دست دیسارمه رو آرمبار اجرا میکنه که نایا ساده و سریع خودشو با کوندن بکی به دیواره کنار رینگ خلاص میکنه. بعد میبینیم که لیو مورگان مشابه کاری که هفته پیش بکی انجام داد انجام میده و با حمله به نایا جکس مسابقه رو با دیسکوالیفیکیشن به نفع نایا تموم میکنه. بعد مچ لیو و بکی با هم جر و بحث میکنن که نایا با سوتی جفتشون رو میزنه و کلاه یه تماشاچی کچل رو بر میدار و میره. It's the biggest piece of dog shit. توی بک استیج هم نشون میدن که بازم لیو و بکی دارن با هم جر و بحث میکنن که بکی لینچ آره هفته بعد لیو مورگان رو به مسابقه چالش میکنه که لیو مورگان هم چالش رو میپذیره. بعد لیو میره که ریا ریپلی از پشت سر بکی میاد و بهش میخنده و میره. آدام پیرس اعلام میکنه که برای مشخص شدن حریف گونتر سر کمربند اینترکانتیننتال در رسلمینی 40 قرار گانتلت مچ 6 نفره بین سمی زین، ریکوشه، ناکامورا، برانسون، جیدی مکدونا و چد گیبل برگزار بشه. ال ایدولو آندراده وارد میشه و اولین مسابقه خودشو بعد بازگشت در مقابل آپولو کروز میده که توی این مسابقه حدوداً 3 دقیقه‌ای عملا شاهد هیچی میشیم. یه تری آمیگوز، یه همر لاک دیتی، همین. آندراده آپولو رو شکست میده. با سمی زین صحبت میشه که سمی ما رو با این باور داشتن به خودش و خواهان تاریخ سازی کردنش توی رسلمینیا سوراخ میکنه که آیوار و وله حالا میان والا سرش و سمی رو آلردی بازنده میدونن. آیوار فکر میکنه کسی که میتونه گونتر رو شکست بده نه سمی، که سمی آیوار رو به یه مسابقه توی این شو دعوت میکنه. اعلام میشه که پال بوچر تو سن 86 سالگی از دنیا رفت. نزدیک عید شد و اسرائیل سرش حسابی شلوغه. مسابقه تکیم این فین و دیمین در مقابل قیصر و وینچی برگزار میشه که حقیقتا این مسابقه رو زدم جلو نگاه نکردم چون بازم مثل همیشه آفرین وینچی عامل باخت معرفی میشه، این بار با خوردن ساوت آف هیون دیمین پریست. بعد مچ هم هیچ اتفاقی نمیفته. مایکل کول اعلام میکنه که امسال پال هیمن به عنوان حلافه معرفی خواهد شد و یه بچه ویدیو پکیجی هم از آقای هیمن به نمایش میذارن که کامل وجودیت براک لزنر انکار میشه. اگه دقت کنید تصاویری از پال هیمن که منیجر کشتیگیرای مهمی بوده رو نشون میدن بجز براک. با درو مکینتر صحبت میشه که درو معتقد سترالینز معتاد توجهه. وقتی پانک برگشت زرتی داستان درست کرد، کودی برگشت پرید وسط و باش مسابقه داد و حالا هم راک که بی دلیل خودشو انداخته وسط و نخود آش شده تا تو توجه بشه. بعد هم برای جی اوسو که توی مین ایونت باش مسابقه داره رجز میخوام. دمج کنترل رو نشون میدن که ریا ریپلی جلوشون سبز میشه و به ایو اسکای میگه از قلم روش خارج بشن. سامی زین وارد میشه و زنگ مسابقهش با آیوار به صدا در میاد که توی این مسابقه مایکل کول از اینکه ولهالا این شاخه رو گذاشته رو سرش خوشحال میشه که ولهالا میاد و این شاخه رو میذاره رو کله مایکل کول.
پت مکافی کرکو برش میریزه و مایکل رو مسخره میکنه. به هر حال تو روند مسابقه شاده روند برابری میشیم که سمی اکسپلودر میزنه و میره برای هلواکیک، اما آیبار با نشستن روی سمی فینیشرشو بدل میکنه و دوم سالت اجرا میکنه که سمی جا خالی میده و در جا هلواکیک میزنه. کاورتم برنده همونطور که واضح بود سمی زی معرفی میشه که بعد مچ بیگ برانسون رید به سمی حمله میکنه و سونامی میزنه. با گونتر در رابطه با مسابقه گانتلت مچی که قراره هفته بعد برگزار بشه و حریفش در رسلمنیا مشخص بشه صحبت میشه که گونتر براش فرقی نمیکنه که کی برنده میشه، چون توی رسلمنیا حریفش جز باخت و حقارت چیزی به دست نمیاره. که چاد گیبل سر و کلش پیدا میشه و خودشو حریف گونتر در رسلمنیا میدونه و میخواد که با شکست دادن گونتر خنده روی صورت گونتر رو پاک کنه و بذاره رو صورت دخترش که گونتر میخند و سرشو تکون میده و میره. ری جنریشن ایکس رو نشون میدن که وودز براشون بازی آورده و دارن بازی میکنن که دمیز میاد پیششون و پلن گرفتن انتقام سخت از ججمنت دی رو میذاره وسط و تارگتش رو میذاره روی کنروندان تک تیم. بعد هم همگی دستاشون رو میذارن روی همون میارن جلو، میگن ریجنریشن ایکس که کرکوبر وودز میریز و یه جورایی حال میکنه. تا یادم نرفته اینو ازتون ببرسم که بریم تو کار واکترو بازی WWE 2K24 یا نه. توی کامنتی که پین کردم مینیموم بذاریم یه سقفی واسهش 100 تا اگه لایک خورد شروع میکنیم به گذاشتن بازی WWE 2K24. چطوره؟ اشکارت های هفته بعد به نمایش گذاشته میشه و مین ایونتش رو آغاز میشه. مسابقه تک به تک بین جی اوسو در مقابل درو مکینتایر. توی این مسابقه جی موفق میشه با ضربات مشت درو رو بزنه و درگیری رو به خارج از رینگ بکشونه، که خارج از رینگ درو جی رو پرت میکنه پشت میز گزارشگر و میاد توی دوربین و میگه یک. میره تو تبلیغات و بعد تبلیغات میبینیم که کنترل رینگ در اختیار درو قرار گرفته و بعد یه زد و خورد درو تمرکزش رو روی آسیب رسوندن به کمر جی میذاره و توی رینگ بلندش میکنه برای اجرای حرکت بعدیش، اما جی اجازه نمیده و میتونه با ضربه پا درو رو زمین گیر کنه که بعد چند تا مشت به سبک خودش سامویان دراپ میزنه و قنبلش رو به کله درو پیوند میده، که وقتی میاد دوباره این کارو کنه درو از رینگ خارج میشه که جی بهش سویساید دایو میزنه و سری برش میگردونه به رینگ و میره برای اسپلش که سر و کله سولو سیکوا پیدا میشه، اما کاری انجام نمیده و درو اسپلش جی رو جا خالی میده و فیوچر شاک دیتی میزنه کاور جی کیک اوت میکنه که کودی رودز وارد میشه و میفته به جون سولو. درگیری این دو به لا تماشاشیان کشیده میشه. تو همین هین درو میره برای کلیمور کیک، اما جی حرکت رو به سه سوپر کیک و اسپیر بدل میکنه و میره برای اسپلش که چشمش به جیمی اوسو میخوره و همین باعث پرت شدن حواس جی میشه و به محض اینکه سرش رو برمیگردونه کلیمور کیک درو مکینتایر تو حلقش ظاهر میشه. کاور تموم، برنده مسابقه درو مکینتایر معرفی میشه. بعد مچ جیمی صندلی به دست میشه و میره تا بیفته به جون برادر دوقلوش که سترالینز کمربند به دست از جلوی درو به دو میره به داد جی میرسه. جیمی رو میزنه اما بوم درو با کلیمور کیک دخلشو میاره و سرش داد میزنه و میگه ببین بهت گفتم که اگه از بلاد لاین نکشی بیرون چه این بلایی سر مسابقمون میاد، پس خودخواه بودن تو بذار کنار و کار درست رو بکن. تماشاچیان نام سی ام پانک رو فریاد میزنن و به این شکل شو رابط مام میرسه. بد نیست که اینو بدونید بعضیا دارن اینو زمینشینی میکنن که سی ام پانک داور ویژه مسابقه ستو درو توی رسلمنیا 40 باشه. ایده جالبیه، ست از پانک نفرت داره، شاید همین باعث بشه که پانک در حق ست نامردی کنه و باعث باختش بشه، هرچند که میونه اوکی با درو نداره. در کل مرسی که این ویدیو رو دیدید راجع به بازی WWE 2K24. این شمایید که تصمیم میگیرید که من ویدیو گیم پلش رو بذارم یا نه. و مرسی از فرزاد بابت حمایت مالی. درود. آره عزیز، این اتفاقا برای توزیع فیود دیگه.
هر فیودی که شکل میگیره اولین سوالی که واسه بهش جواب داده بشه دلیل شکلگیری اون فیود، و این دلیل برای جی و جیمی اینه که با اینکه جی اوسو مسیرشو از خانوادهش جدا کرده، اما بازم برادرش جیمی اوسو چشم دیدن موفقیتش نداره، باعث شده فرصتهای قهرمانی رو از دست بده. بازم مرسی. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارشو فعال کنید، و این امکان وجود داره که از طریق سایت raymit.com/thegamedrupal6 دونیت کنید، و تا ویدیوی بعدی مراقب زیباییتون باشید.